همرسمان گرامی در شورای ملی مقاومت ایران و یاران و حامیان شورا و مقاومت خانم مریم رجوی، با درود به همگی شما و درود بر زندانیان سیاسی، با احترام به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و درود به رزمندگان کانونهای شورشی و درود به زنان و مردانی که برای حق طلبی خیابان را انتخاب کردند. با توجه به فرصت کم و صحبت‌های دوستان، من از بحران اقتصادی و شرایط فلاکتبار توده‌های مردم حرف نمی‌زنم. اجازه دهید از جنبش دادخواهی، پیروزی‌های این جنبش، تلاش‌های مقاومت و همه کسانی که این پیروزی‌ها را رقم زدند حرف بزنم. ابتدا به همه ایرانیان آزاده، به هواداران سازمان مجاهدین خلق و طرفداران شورای ملی مقاومت، به فعالان نیروهای چپ که در تمام دوره دادگاه حمید نوری شکنجه‌گر در استکهلم و در سرما و گرما در صحنه حضور داشتند و با کنش‌های گوناگون در برابر دادگاه شرکت کردند، هزاران درود می‌فرستم. به ویژه به انسان‌های شجاعی که بساط مزدوران رژیم در استکهلم را برهم زدند بگویم دست مریزاد. با تبریک و بوسه بر چهره مادران دادخواه شهدای سربدار شده در دیکتاتوری رژیم ولایت فقیه و آرزوی محاکمه تمامی سران رژیم از خامنه‌ای و رئیسی تا بقیه در دادگاهی عادلانه، می‌خواهم در این روزهای درخشان جنبش دادخواهی یاد کنم از مادران دادخواه شهدای جنبش ضد دیکتاتوری شاه که متاسفانه فرصتی برای دادخواهی آنها پیش نیامد، یا بهتر است بگویم ارتجاع مذهبی به سودش نبود که این فرصت را به این خانواده ها و مادران بدهد. از اونجایی که از جمله کسانی بودم که رنج ها و درد های مادران را چه در پشت میله های ملاقات زندان، چه در درون زندان و چه در دور همی های مادرانه که به شکل پنهانی برگزار می شد شاهد بودم و شرکت داشتم، البته در زمان شاه منظورمه، هنگام شنیدن حکم دادگاه سوئد به یاد آن مادران دلاور بغض در گلویم و اشک در چشمانم لانه کرد. فراموش نمی کنیم که بسیاری از سربدار شدگان دهه 60 و قتل عام سال 67 از جمله زندانیان سابق در زمان دیکتاتوری شاه بودند. در حقیقت اعدام و سرکوب کسانی که پیشینه انقلابی از جمله شرکت در انقلاب سال 57، عضویت در سازمان‌های سیاسی ضد دیکتاتوری شاه و پیشینه حبس در سیاه‌چال‌های رژیم شاه را داشتند، توسط استبداد مذهبی برای سرکوب دستاوردهای انقلاب بود که اعدام شدند، سربدار شدند. باز هم باید گفت متاسفانه پشیمان شده ها از انقلاب تلاش می کنند تاریخ و رویدادهای انقلاب را به گونه ای روایت کنند که پشیمانی خودشان را توجیه کنند. آرمان های آنهایی که سربدار شدند را بر طبق امیال امروزی خود تفسیر کرده و مانند رژیم جای قربانی و جلاد را عوض کنند. اما تاریخ جنبش دادخواهی از دیکتاتوری رضا شاه شروع شد و در دوران دیکتاتوری محمد رضا شاه و دیکتاتوری ولایت فقیه ادامه پیدا کرد.
شوربختانه برای آنهایی که میخواهند چکمه های رضا شاه را واکس زده و از زباله بیرون آورده و در ویترین بگذارند، باید گفت که این ابزار شکنجه و حتی مکانهای زندانی که امروز در دست جمهوری اسلامی است، یادگار سازمان مخوف ساواک است که به این دشکیمان به ارث رسیده است. همان گونه که این رژیم دستاورد رژیم دیکتاتوری قبل است، در حالی که رژیم شاه با سردمداران حکومت کنونی مماشات میکرد و در موارد بسیاری از آنها حمایت میکرد، رهبران و کادرهای سازمانهای پیشتاز چریکهای فدای خلق و مجاهدین خلق و نیروهای مبارز دیگر را اعدام کرد شاه. اونها اعدام شدند تا در فقدان آنها ارتجای خمینی شکل بگیرد. جمهوری اسلامی میخواهد در مقابل مردم دو راه بگذارد، یا وضع کنونی و یا برگشت سلطنت. معنی واقعی این دو راهی چیزی جز یک راه و آن هم وضع موجود نیست. اما آنچه که در سپهر سیاسی ایران جریان دارد، نه آن دو راهی موهوم که راه انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. در خاتمه و با سپاس از اینکه به من گوش کردید، به عنوان دادخواه رفقای شهیدم، همراه با خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و به یاد مادران و پدرانی که ما را در فقدانشان سوگوار کردند، از شاعر برجسته شفیع کدکنی کمک میگیرم که سرود: آن فرو ریخته گل‌های پریشان در باد، که از می جام شهادت همه مدهوشانند، نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد، تا نگویند که از یاد فراموشانند. سپاس از شما. درود درود بر شما.